نظریه تکامل چیست و چرا این نظریه علمی در جوامع دینی اینقدر بحث‌انگیز و تنش آفرین بوده دیدگاه های متفاوت اندیشمندان مسیحی نسبت به نظریه تکامل چیست و آیا می شود ارتباط و هماهنگی بین نظریه های علمی و حقایق کتاب مقدس برقرار کرد؟ سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان محترمی که تا این لحظه و تا این برنامه با ما همراه بودید در این مجموعه گفتگوها در مورد علم و ایمان این برنامه دوازده همه ما هست که در خدمت کشیش دکتر ساسان توسلی هستیم خیلی خوش آمدید سلام منصور جان منم سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز امیدوارم که تا حالا با ما تو این برنامه ها بوده باشید و برنامه های مفیدی براتون بوده باشه منصور جان مرسی برای این همکاری خیلی ممنونم فکر میکنم وقتی این رسیده باشه اگر دوستان هم ما رو دنبال کرده باشن در این صحبت ها ما تئوری های مختلف و یا مواضع مختلفی رو که مسیحیان نسبت به تکامل تئوری تکامل داشتن رو بررسی کردیم جلسات پیش هم صحبت کردیم از نهزت طراح هوشمند الان فکر میکنم موقعش باشه که مقدارم در مورد نقد هایی که پراکنده بهشون اشاره کردیم که در موردش صحبت خواهیم کرد نقد هایی که به تئوری داروین میشه و تئوری تکامل میشه یه مقداری هم در مورد اونها صحبت بکنیم که نواقصی که برخی از دانشمندان در مورد این تئوری میبینند چیه و چرا پذیرشون نه فقط برای باورمندان به خدا دینداران بلکه برای خیلی از حتی غیر دینداران دانشمند هم دشواره. بله به نظر من نکته خیلی خوبیه حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشیم که چه انتقاداتی انتقادات خیلی جدی مطرح هست به تئوری تکامل داروین تو دنیای امروز ما من میخوام دوباره این رو تکرار بکنم که هدف بنده و فکرم نکنم هدف شما این نیست که ما خودمون بخوایم موضعی بگیریم بر علیه یا به نفع این تئوری. فقط داریم توصیف می‌کنیم واقعیت‌های مباحث علمی امروز رو بنده این رو بدون تعارف و درواسی گفتم تو برنامه‌های قبلی که خود من عقیده دارم به قدمت هستی، قدمت زمین، قدمت حیات ولی این مکانیزم اینکه چطوری واقعا حیات شکل گرفته و نقش خدا در شکل دادن این حیات از نظر علمی میشه نشون داد یا خدا خیلی پشت صحنه اجازه داده که به طور خیلی تدریجی و طبیعی این اتفاق بیفته داستان تکامل اینا جای بحث داره ولی میخوام بگم که من خودم عقیده دارم به شواهدی که نشون میده قدمت حیات قدمت زمین ولی اینکه آیا مکانیزم این تنوع حیات و اصلا به وجود اومدن حیات آیا واقعا علم این رو فهمیده از طریق تکامل داروین آیا واقعا تکامل داروین همه سوالا رو داره جواب میده همه ابعاد مسائل زیستشناسی رو تو توی تئوری تکامل داروین قرار داده میشه یا هنوز خیلی جاها هست که علمم به بنبست رسیده خیلی جاها هست که نظریه های علمی هم کمبود و نقص دارن و میخوام درباره این موضوع صحبت کنیم ما یا اینو درست میگم نظر خود شما هم مثل من تو این زمینه هست یعنی ما اینجا نمیخوایم صحبت کنیم که چون دا... اگر مشکلاتی با داروین هست پس نشون داده میشه که خدا همه چیز رو خلق کرده به طور مستقیم ما همچین صحبتی نمیخوایم بکنیم فقط داریم میگیم که بارها گفتیم خیلی مسیحی ها هستن که مدافع تکامل داروین هستن خیلی هم هستن که مخالفن یا نقدهایی هایی دارن فقط داریم اینو مطرح میکنیم که عزیزان بدونن که صحبت خیلی ساده و دو دو تا و ثابت شده ای نیست هنوز این داستان یعنی شاید انتظار داشتن برخی از بینندگانمون حداقل که دو تا کشیش نشستن تو این برنامه الان تئوری تکامل رو کلا زیر نقد بگیرن و کلا همه چیز رو در موردش به صورت منفی ارائه بدن ما اشاره کردیم به اینکه به همه مسیحیان در این مورد یک جور فکر نمی نگرش های مختلفی هست یک چیزای خیلی جدی برای ارائه داره و کسانی که واقعا در مطالعاتی که در این رابطه شده دقت میکنن جدیتر پیگیری میکنن میبینن که خب جای تعمل هست جای بازنگری هست در برخی از پیش فهم ها پیش هامون، ولی بعد در این حال نمیشه کاملاً هم رأی یا فتوای قبول تمام و کمال این تئوری رو داد برای خود کسانی که این رشته اصلی تحقیقاتشون هست این دشواری هایی هست به هر حال مسائل و اپاماتی هست بسیار پس بس خوبه که حداقل برای بینندگانمون هم روشن بشه موضع ما اینجا موافق و مخالف بودن نیست بلکه طرح کردن مباحث مختلفی که کمک میکنه به ما پیچیدگی های بحث رو بیشتر درک کنیم آره و, به نظر من خیلی من هدف همین نبود که وارد این نوع صحبت ها بشیم تو این جلسه ولی خوبه که یادآوری کنیم شاید یه مقدار صحبت ها خب توی این سریا ها هفته هاست که با همین بحث ها رو داریم ادامه میدیم که اگر هم تکامل کاملا بتونه جواب بده همه ابعاد حیات و تنوع حیات رو خیلی مسیحیا هستن بودن که قبول داشتن که این تکامل رو باید از دید مسیحی به عنوان مکانیزمی که خدا از اون طریق خلقت رو به وجود آورده دید ولی خیلی مسیحی هم هستن و غیر مسیحی ها که نقد های خیلی به جایی دارن و میگن که آقا هنوز این تئوری مورد قبول نیست و هنوز جای بحث خیلی وجود داره و جای بحث های خیلی جدی قبل از اینکه وارد یه سری انتقادات بشیم من میخوام که یه کتابی رو من توی سری قبل معرفی کردم میخوام دوباره اینجا معرفی کنم میخوام بگم که اصلا و ابدا صحبت انتقاد تکامل داروین که میشه فقط از یک موضع دینی یا مسیحی نیست ابدا اولا یه وبسایتی رو میخوام معرفی کنم به عزیزان که صدها دانشمند در رشته های مختلف علوم تجربی امضا کردن توی این وبسایت سایتی هست به نام descentfromdarwin.org descentfromdarwin.org یه وبسایتی هست که اسم صدها دانشمند محقق دکترهای علوم تجربی در دانشگاههای مختلف دنیا که بیانیه‌ای که امضا کردن اینه که آقا تئوری تکامل داروین نمیتونه به طور کامل جواب بده به سوالاتی که هست درباره ابعاد حیات البته من دارم ترجمه تفسیری میکنم ولی تئوری داروین تئوری حالا نئو که تغییرات و تحولات ژنتیکی که تصادفی اتفاق میفته و انتخاب طبیعی یعنی مکانیزم داروین که داریم میگیم این دوتا مکانیزم انتخاب طبیعی که دیگه حالا واردش نمیشم تو توضیح بدم و تغییر و تحول ژنتیک این دوتا مکانیزم جواب نمیده به تمام پیچیدگی هایی که ما داریم میبینیم در توی حیات پس یه همچین وبسایتی عزیزان میتونن خودشون نگاه کنن دانشمندانی که مخالفن و قبول ندارن که داروین حرف آخر رو زده در داستان زیست زیست شناسی و حیات این یک وبسایت بعد میخوام چند تا کتاب معرفی کنم مثلا و این کتاب بسیار بسیار بحث شد این کتاب تامس نیجو یه یعنی متفکر فلسفی هست ایشون برای رضایت خاطر بینندگان من اینو بگم ایشون خودش آتئیسته یعنی صحبت دینی و مسیحی اصلا نداره این آقا استادم هست در دانشگاه نیویورک ولی حالا تیتر کتابش Mind and Cosmos فکر و هستی زیرنویسش Why the materialist neo Darwinian conception of nature is almost certainly false خیلی تیتر جالبی هم هست چرا دید نئوداروینی مادیگرا در نسبت به طبیعت تقریبا به طور یقین اشتباه است همچین چیزی دیگه بله is بل. almost certainly false. Yeah. چیز پارادوکسی هم داره تیترش. تقریبا به طور تقریبا به طور یقین, یقین؟ اشتباه است. و صحبتش اینه که آقا البته میگم صحبت کلمه ها همه مهمه. نئوداروینیسم مادیگرا. خدایی اگه تو این داستان نیست فکر و طراح هوشمندی اگر تو این داستان نیست این داستان به احتمال یقین اشتباه است حالا خود این تامس نیجو دیدش نسب... از طریق مطالعات نوشته های نهزت طراحی هوشمند اشخاصی مثل استیوین مایر که بهش اشاره کردیم خودش گفت اینا صحبت های این اینا مسیحی هنون نویسند که این آقا خونده گفت صحبت هایی که مطرح میکنن صحبت های خیلی علمی و چیزیه محکمیه در انتقاد از داستان تکامل داروین حالا تامس نیجر انگوش میذاره رو چی و میگم این آقا آتئیسته جوابی هم خودش نداره ولی میگه اینم جواب نمیده و خیلی هم بهش حمله شد بعد انگوش رو سه تا نکته میذاره که میگه آقا تکامل داروین از دید مادیگرایی فقط نگاه کنیم نمیتونه خداگاهی انسان رو توجیح بکنه نمیتونه عقل و شعور انسان و درک انسان رو توجیح بکنه و نمیتونه ارزش های اخلاقی رو توضیح بده پس انتقادات خیلی جالب و فلسفی رو تامس نیجل مطرح میکنه خودش آتیست یک کتاب دیگه من فقط یه نکته هم همینجا بگم که جلسه پیش در مورد اون نهضت طراحی هوشمند طراح هوشمند صحبت به میان نیومد ولی جدی است الان مربوط هست به محتوای این کتاب اینه که اون بحث رو از اینکه فقط روششناسی علمی به کار میرفت در گفت، گفتمان های مربوط به تکامل از اونجا درش بیاره یعنی اینکه اگر اینجا صحبت از اخلاقیات خداگاهی انسان و اینها میشه درسته یک مقدار مفاهیم فلسفی رو وارد قضیه میکنه ولی میگه چرا ما همش بازی رو بردیم توی زمین کسانی که به اون جهان بینی مادی یا متریالیستیک بله. اعتقاد دارن پس نقطه اصلی تهاجم و یا مشکلشون با همین نکته مهمیه که ما متاسفانه وقت نشد بازش بکنیم تو جلسه قبل گفتیم یکی از درگیری های بین موافق... موافقین و مدافعین طراحی هوشمند و مخالفینش مسئله خدای رخن پوشه God of the gapsه. ولی یه مسئله دیگه همین مسئله تعریف اصلا علم هست و تعریف توضیح علمی که آیا توضیح علمی فقط باید در چارچوب ماده باشه در چارچوب مکانیزم مادی و طبیعی باشه یا توضیح علمی میتونه یه بودی ماورای ماده و طبیعت و مکانیزم مادی و طبیعت داشته باشه اگر باورشون بارد. در باورشون تنها ماده است که حقیقت هست پس در نتیجه اون چیزی رو حقیقی میبینن که به صورت،, به صورت مادی براش توضیحی داشته باشن این عده میگن نخیر اگر شما مبنا رو اون قرار ندید که فقط ماده حقیقت نیست اون وقت روش های شما بلد. باید مطابق اون تغییر بکنید دقیقا پس اگر تو خود تحقیق در ماده و طبیعت ما به این میرسیم که فکر هست، نقشه هست، ایجنسی یا عامل هست شخصیت هست اون رو هم میتونیم به عنوان یک توضیح علمی وارد داستان صحبت های علمی بکنیم اون رو نباید سانسور کنیم از توضیحات علمی چون خارج از مکانیزم پروسه طبیعی است این بحث میگم بین دو طرف ادامه داره یک کتاب دیگه این هم کتابیه که به نویسنداش خیلی حمله شد کتابی هست به نام What Darwin Got Wrong اشتباه داروین چی بود؟ کجا اشتباه کرد؟ دوباره دو تا نویسنده جری فودور و ماسیمو پیاتلی پالمارینی که به نظرم ایتالیایی این اسم و من با این اشخاص آشنایی خیلی نزدیکی ندارم ولی دوباره کتابش هم خیلی بحث و فلان دو تا نویسنده میگن آقا تکامل داروین اساسا مشکل داره اشتباست جواب نمیده دو تاشون هم میگن آقا کسی خواهش میکنیم فکر نکنه ما مسیحی هستیم ما اصلا به خدا عقیده نداریم ولی داریم میگیم داروین هم جواب نداره این تئوری هم جواب یعنی میخوام بگم که عزیزان خواهش میکنم کسانی که واقعا اهل مطالعه هستن بدونن که درستی که اکثر دانشمندان ما. اکثر دانشمندان امروز تکامل رو قبول دارن اکثر زیرشناس قبول دارن ولی میخوام بگم افراد به نامی هم هستن که دارن واقعا به چالش میکشن این مسائل رو از دیدگاه علمی نه از دیدگاه دین و مذهب و این حرفا. پس این یک کتاب دیگه است؟ از این طرز فکر معروف که یه سری دینداران هستن مخالف تکامل یه بس. سری... بیدین های خدا ناباوران هستن بب. که باورمند به تکامل هستن بب. این غلطه دقیقاً یعنی <تصفح> خیلی هم قشنگ گفت یعنی اصلا تو این بحث علم و ایمان ما بارها به این داستان اومدیم که ما یه عالم صحبت مسیحایی رو کردیم که طرفدار تکاملن مثل فرانسیس کالینز، دنیز الکساندر یه سری خالق قی... ناخدا باورا که مخالف تکاملن پس میخوام بگم داستان ساده نیست که بین دین و علم فقط صحبت و بحث و گفتگو یه کتاب دیگه هم میخوام اینجا معرفی کنم این کتاب کلاسیکه این شخص هنوز شخصیت بسیار مطرحی هست کتاب بنده شما میموضا... هم جلد شما بنده شده این یکی از کتاب هایی بود که منفجر شد مثل یک انفجار بود مثلا بگم من اینکه منفجر شد مثل یک انفجار بود در دنیای بیولوژی وقتی این کتاب بیرون اومد نویسندهش مایکل دنتن Evolution, a Theory in Crisis مایکل دنتون خودش یه بیولوژیست استرالیه، ایشون هم... یکی از اون طرف داره از, اف... پرپا از افراد اگناستیکه یعنی ایشون هم میگه من نمیدونم خدا هست نه نیست و اصلا این آقایون روابط دین رو وسط نمیکشن. پای خدا رو وسط این بحث نمی کشن. ولی ایشون هم یه بیولوژیست خیلی مشهوری هست و evolution a theory in crisis تکامل، تئوری در بحران و و دوباره new developments in science are challenging orthodox Darwinism. های دیوولاپمنت رشد میگیم یا پیشرفت های جدید, جدید علمی داره به چالش میکشه تئوری داروین رو و مثلا خیلی صحبت های مختلفی میکنه ولی یکی از همون صحبتاش که هفته پیش هم بهش اشاره کردیم مسئله پیچیدگی سلوله که میگه یه سلول اگر بزرگ کنی مثل یه شهر میمونه و انقدر اجزای مختلف هست توی یک سلول که نمیشه گفتش که این فقط تصادفی در مرور زمان اینا با هم شکل گرفته پس میخوام بگم که اینو فقط اینا همه صحبت‌های معرفیه هنوز وارد انتقادات به داروین نشدیم ولی میخوام بگم که عزیزان بدونن که علم حرف آخر رو نزده الهیات هم و تفسیر ما هم از کتاب مقدس حرف آخر رو نزده پس صبور باشیم تو این های علم و ایمان با دید باز کتاب بخونیم، مطالعه کنیم، یادگیری رو ادامه بدیم و ببینیم که خودمون تو تحقیقاتمون به چه نتایجی میرسیم. حالا منصور جان دیگه بریم سر اصل مطلب که توی جلسه بعد هم این صحبت رو باید ادامه بدیم چون صحبت ها خیلی زیاده ولی یک سری انتقاداتی رو نسبت به داستان تکامل میخوایم مطرح بکنیم نه اینکه انتقاداتی که کاملا تکامل رو رد بکنه ولی های خیلی بزرگ در تئوری تکامل هست و به خصوص میخوایم استفاده کنیم دوباره از کتاب جان لنکس ریاضیدان مشهور مسیحی در دانشگاه آکسفورد و فصلهای خیلی زیبایی رو این کتاب داره در این زمینه خود جان لنکس هم میگه من تکامل رو نه اینکه تکامل رو رد بکنم ولی این تکامل داروین نمیتونه همه ابعاد حیات و تنوع حیات رو بخواد توضیح بده انتقادات مهمی رو مطرح میکنه خود ایشون هم به نظرم میتونیم اسم بیاریم به عنوان کسی که خیلی نزدیکه با این نهضت طراحی هوشمند پس لطفا به من شما انتقادات رو شروع کن چه خب... نقد های مهمی مطرح میشه یکی از یعنی شروع بحث رو در از در مورد تکامل با تعریفی از تکامل شروع میکنه آها. یعنی میگه خب حالا منظورش چی از هر کسی انگار با یک تعریف ویژه یا یک پیشفرض خاصی از تکامل شروع میکنه بحث رو یا خب به این کلمه قبلاً هم وجود داشته برای یک سری تغییر و تحولاتی که در یک سری موجودات مثل مثلا باکتری ها صورت میگرفت شما مثال زدید در یک از برنامه های گذشتمون اینکه مثلا یک ویروسی نسبت به اون آنتی ویروس هایی که ما از براشون استفاده میکنیم مقاوم میشه تغییراتی درش صورت میگیره که بتونه مقاومت بکنه خب این چیزی هستش که خیلی راحت میشه پذیرفتش و یه مقدار بدیهی به نظر میرسه و حتی تو پرورش حیوانها. بله ما سگ های مختلفی رو پرورش داده انسان گیاه های مختلفی رو انسان اصلا مسئله پرورش یکی از اون مشاهداتی بود که داروین رو به این فکر رو که پس تغییر و تحول توی حیوانات تو گیاهان بله. تو میکروب ها اینو مشاهده میکنیم ولی حالا این تغییر و تحول تو چه حد و حدودی هست بله این این انتخاب مصنوعی حالا اگه در مقابل انتخاب طبیعی بگذاریمش اه. یه چیز بدیهیه که پذیرفتنیه اما انتخاب این مصنوعی این که یعنی چی مثلا همین که شما یک پیوند میزنی یک درخت و به یک درخت دیگه یک چیز دیگه بلده. ازش نتیجه که انگلیسیش بگیم artificial breeding یعنی وقتی انسان خودش داره یک پیوند میزنه که ازشون یه شکل جدیدی از یک موجود زنده در رو در مورد پول... گیاهان در مورد حیوانات این مرتب اتفاق میفته آه. در شما در مورد سگ های مختلفی که ان... انواع مختلفی پیدا میکنن و آ... اینها مثال زدید ولی اینکه از این مقدمه به این نتیجه برسیم که آ... گونه های جدی یا موجودات دیگری هم بر اثر حالا تغییرات شکل میگیرن این میگن جهش خیلی طولانی که نمیشه به راحتی با تئوری داروین این رو پرش کرد یعنی از اون مایکرو اِوولوشن به ماکرو اِوولوشن این دوتا تا رو که شما هم تعریف کردی این جهش خیلی سخته که یکی از او... اینو اینو این کلمه رو لطفا میتونی برامون یه مقدار چون اگر بیننده ها چند جلسه پیش با ما نبودن پس توی اِوولوشن ما یه مایکرو اِوولوشن میتونیم بگیم بله. یعنی چی؟ که یک در یک گونه از موجودات یک تغییراتی صورت میگیره تغییراتی که خود داروین هم میگه جزئی هستن بل. برای اینکه بقاش رو تداوم ببخشه بل. پس توی یک گونه از حیوانات ما ده ها و صد ها نو گربه داریم، سگ داریم، نمیدونم پرنده داریم، انواع و اقسام حیوانات توی اون گونه حیوانات تنوع هست و این تنوعات میتونیم قبول کنیم خیلی راحت که به خاطر محیط به خاطر پرورش این نوع تنوع اتفاق افتاده این میگیم مایکرو تو چارچوب یک نوع گونه حیات حالا مکرو اولوشن صحبت تغییر و تحول بین گونه هاست از, گونه ا... گونه از یک گونه به گونه از یک حیوان به یک حیوان دیگه تبدیل بشه یک موجودی اصلا به یک موجود کاملا متفاوت که اصلا خیلی فرق داره تبدیل بشه میگه این حالا مسئله مکرو اولوشن مسئله ای که خیلی زیر سوال بحث انگیزه بفرمایید بله پس ای، این یکی از جدیترین مشکلات چرا که براش هیچ نمونه به خصوصی رو نمیشه روش انگشت گذاشت و مثال زد یک نه براش که نمیشه مثال زد فکر نکنم کلمه دقیقی باشه یعنی صحبت نقل و قول مثلا خب الان افرادی که تکامل رو قبول دارن یا کلا مثال میزنن بله مثلا میگن که نهنگ از گاف ها تکامل پیدا کردن موجوداتی اومدن از آب بیرون بعد دوباره رفتن تو آب و شد نه نح... مثال میزنن ولی نمونه آخه بحث فسیل شناسی بعد پیش میاد آل... که نمونه ای که میگه که مشاهده کرده باشی با بله نه اینکه مثال نیست واسه ولی اینکه ماکرو رو انسان تا حالا چی مشاهده نکرده یعنی این نقل قول اگه میگه که large evolutionary innovations are not well understood none has ever been observed and we have no idea whether any may be in progress یعنی این نقل قول اول از یه دانشمندی که میگه که این تحول بزرگ رو نه خوب میفهمیم نه تا حالا کسی اینو مشاهده کرده یا اون نقل قول سرفرد های رو تو داری به فارسی نه ندارم دوباره همون صفحه اولش میگه که آ... میگه که حالا سرفرد هویل خودش یکی از بزرگان این داستان موضوع حیات و زیستشناسیه میگه آ... تئوری داروین در ابعاد کوچیک درست هست ولی توی ابعاد بزرگ نه اینو سرفرد هویل میگه خودش یکی از مشهورترین اشخاص توی ابعاد زیدش... کوچیک همون بین یک یک گونه است بله آره. بعد میگه که rabbits come from other slightly different rabbits not from either soup or potatoes میگه که خرگوش از یه نوع خرگوش دیگه میاد از سیب زمینی خرگوش نمیاد و اون... ولی اینی که اصلا اینا از کجا میان این هنوز یه مشکلیه که حل نشده پس میخوام بگم که حالا میگم مثال های زیادی همین مشکلی که حل نشده آها، آها. یعنی که یه عده مدعی ممکنه بشند که ممکنه چنین جهشی هم صورت گرفته باشه اما اینکه حالا اون رو بشه به همون روش های علمی دقیق ثابت کرد باید. یعنی اون لینک های وسط بین این تو این زنجیره انقدر دچار فقدان هستیم باید. که نمیشه به این راحتی بهش رأی مثبت داد باید. و پس این, ب... این, یکی از چیزهایی که اتفاقا مربوط هم هست به این قضیه همطور که گفتم بحث فسیل شناسی هست آره. ولی قبل از فسیل هنوز ما حرف داریم بزنیم مثلا بزن... آره. زودتر بریم به خاطر وقت نه نه این قرفت... این این صحبت رو بعد ادامه بدیم این صحبت رو بعد ادامه بدیم چون خیلی نکته مهمیه تو همین داستان مایکرو اِوولوشن و ماکرو اِوولوشن نکته خیلی جالبی رو که جان لنکس مطرح میکنه اشار... حالا میگم نکته های زیادیه و نقل قول های زیادیه از این داستان ولی اشاره می میکنه اینجا به کتابی تیتر یک کتابی که مایکل بیهی نوشته The Edge of Evolution که گفتیم این فارسی شو چی بگیم؟ حد مرز, مرز, مرز تکامل, تحقیق درباره محدودیت های داروینیزم حالا خود این شخص میگه من تکامل رو قبول دارم از عزیزان سو تفاهم نشه ولی میگه تکامل داروین جواب همه سوال رو نداره و این کافی نیست این مکانیزم هایی که داروین و نیو داروینیزم پیشنهاد میکنه به عنوان مثال این واسه مثال خیلی جالبیه که یعنی صحبت اینه که تکامل تا یه حدی ما تکامل رو میتونیم نشون بدیم ولی میبینیم که این حد خیلی محدودیت ها داره مثلا اشاره میکنه به تحقیقی که روی باکتری ایکولای شده ایکولای باکتری خیلی مشهوری هست و توی لبراتوری 25 هزار نسل باکتری ایکولای رو توی لبراتوری تجرب... چیز کردیم آزمایش کردیم باکتری خیلی زود چیز میکنه دیگه تولید مثل میکنه 25 هزار 25 هزار نسل ببخشید باید که پایین نداد نه ببخشید تا حالا سی هزار نسل باکتری ایکولای رو ما مشاهده کردیم که مساوی یک میلیون سال حیات انسانی میشه اگر بگیم سی هزار نسل بشر تو یک میلیون سال تکامل خب حالا میگه توی این تکامل تغییر و تحول باکتری توی سی هزار نسل چه تغییر و تحولاتی اتفاق افتاده؟ میگه اکثر تغییر و تحولات ژنتیکی که اتفاق افتاده تازه باعث شده که چیزی از دست بده ابعادی از بدنش رو این ایکولای باکتری از دست بده برای اینکه آمد... بقای خودش رو تضمین بکنه آره برای اینکه بقایش رو تضمین بکنه تازه بدتر هم شده توی چیزای ایکولای بعد از سی هزار و میگه که The lesson of the ایکولای e. is that it's easier for evolution to break things than to make things به فارسی اینو چی بگیم؟ اه... درسی که ما میتونیم از ایکولای, می ایکولای بگیریم اینه که در تکاملش راحتتر اینه که یک چیزی رو از دست بده تا اینکه یک چیزی رو به دست بیاره آله پس آره توی سی هزار پس نسل تو یک موجود زنده بالاخره اگه صحبت تکامل داریم میکنیم باید یه عالم اتفاقاتی افتاده باشه که نشون بده آیا این داستان تکامل درسته یا نه میگه جلو که نرف ای کولای تو سی هزار نس تولید مثل نه تازه عقبم رفت یه چیزاش از دست داد یه چیزاش نابود شد تازه و مثال میگم خیلی حالا از ریاضیدان و میگم نکته خیلی زیادی تو این کتاب لنکس ای کاش یه روزی این کتاب این کتاب ترجمه بشه و بعد اینجا میگه که تئوری تکامل تو این قسمت دیگه با این خاتمه بدیم میگه که تئوری تکامل لنکس میگه میگه اصلا شده یک جهان بینی که هیچ فالسیفایبل نیست فالسیفایبل چی میشه غیر قابل رد م... آره رد م... یعنی غیر قابل یعنی انگار هر مثالی که میاری هیچ دانشمندا اجازه نمیدن که مثال هایی بیاری که نشون بده آقا این اشتباهه چون میگن به طوری میخوان هی همه چیز رو توش یعنی شده یک فلسفه واقعا شده یک جهانبینی چون از نظر مشاهدات میبینیم توری تکامل واقعا یه جاهایی داره خیلی کم میاره پس لب به کلام این قسمت صحبت دیگه وقتمون تموم شد میخوایم این رو بگیم که توی تکامل میبینیم حد و مرس های خیلی مهمی هست که تکامل تغییر و تحول توی موجود زنده رو میبینیم ولی تغییر و تحول یک موجود به یک موجود کاملا متفاوت و گونه دیگه تبدیل بشه میبینیم که خیلی جای سوال و شک هست حالا تو جلسه بعد وارد صحبت فسیل شناسی خواهیم شد که آیا باید شواهدی باشه که این موجودات تکامل پیدا کردن ولی میبینیم که چقدر خلع هست در داستان فسیل شناسی عزیزان وقتمون توی این قسمت هم به خاتمه رسید امیدوارم که از این صحبت ها لذت برده باشید شما رو به فکر برده باشه و شما هم در این تحقیق و جستجو با ما توی این سفر همراه بوده باشید مرسی که با ما بودید تا هفته آینده خدا نگهدار بحثمون رو توی هفته آینده با همدیگه ادامه خواهیم